سلام و وقت شما بخیر. به خبر ساعت 10 خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقادها از ضعف نهادهای استخباراتی. منابع میگن مهاجمانی که بر کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع ملی حمله های موشکی را انجام دادن، 3 روز پیش خودشان را در سرای ماهی جابجا کرده بودند. یک دفعه کل ما را می تواند زمین خوابان گفت میکشم می تواند. یک اتراکت خورده بسیار مال ما دوجه بود. شرکت طالبان در نشست مسکو. حکومت افغانستان در نشست گفتگوهای سال که تا کمتر از 2 هفته دیگر به میزبانی مسکو برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. روند صلح نیز به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان انجام باید بشه. نگرانی از وضعیت کودکان در هلمند. دفتر ساحه کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه جنوب از افزایش روز افزون رو آوردن کودکان به کارهای شاق نگران است. مجبوریت اگر خود کار کار بکنه پیسه اگر چون روزی و خود کار خرچه برابر و مشاور امنیت ملی آمریکا میگه که واشنگتن در تلاش تغییر حکومت در ایران نیست. سرمینا محمدی هستم با مشروع خبرها این ساعت. منابع میگن مهاجمان که بر کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع ملی حمله های موشکی را انجام دادند، 3 روز پیش خودشان را در سرای ماهی جابجا کرده بودند. این منبع که نخواست نامش فاش گردد میگه که مهاجمان شمار زیاد جنگ افزارهای سبک و سنگین داشتند، اما انتقادها بر این هستند که مهاجمان با این جنگ افزارها چگونه خودشان را به چند صد متری ریاست جمهوری و وزارت دفاع ملی رسانیدند. برای بحث بیشتر در این مورد محمد داوود امین فرمانده پلیس کابل اینجا با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام از شما بخیر. وقت شما خوب هستین. ممنون. سلامت باشید. آقای امین، همیشه پرسش باز هم امین از با وجود از اینکه تدابیر شدید امنیتی از طرف شما به خاطر روزهای عید گرفته شده بود، چگونه مهاجمان تانستن که اون قدر گفتار شما انتقال بتن به یک بخش مهم از پایتخت خودشان برسانن و عملاتشان بر کاخ ریاست جمهوری و همچنان وزارت دفاع ملی داشته باشن؟ بله، سلام تقدیم میکنم به شما از طریق شما به بیننده های محترم تلویزیون طلوع. ما باید در قدم اول بگویم که تمام اداره امنیتی کابل به شمول وزرای امنیتی، مجلسی که داشتیم و رئیس جمهور ما را خواستن اظهار کردن، واقعا یک واقعی بوده که برای ما برای نیروی امنیتی قابل قبول نبوده و برای ملت ما هم باید قابل قبول نباشه. خب چگونه خودشان را تانستن که برسانند با وجود اینکه شما تدابیر شدید امنیتی را گرفته بودین؟ بله، دشمن بر شما معلوم است که از همون نقاط استفاده میکنه، از همون ضعف نیروهای امنیتی ما استفاده میکنه. از کدام نقاط شما استفاده میکنی؟ خب مرکز شهر است. چون بر شما بهتر معلوم است که امین نقطه خود عقب ایدگاه یک ویرانه به یک شکل ویرانه هست افتیده از سالها که بسیار آسیب پذیر است. بر علاوه از اینکه ما در پلان ایج افراد اشخاص اضافه گیرام البته توضیف کرده بودیم که ایج افراد مخصر کدام گفتی نشد. آقای امین، این نمیشه بهانه بخاطر چونین رویدادهای شما پیش از هم اشاره داشتین به این که ضعفایی که وجود داره دقل شما کوشش میکنین که راه حل برای از پیدا بکنین تا چی زمان مردم افغانستان شاید این گونه رویدادها باشن؟ بله، ما میفهمیم، میره قبول میکنیم که مردم ما دیگه حوصله مندی به این چیز ندارن. به نامنی هایی که به این شکل یک حمله در داخل شهر میشه مردم ما قبول نمیکنه. ما هم وجدانن میگیم که ای باید نمیشد. وجدانن ما قبول میکنیم، اما صورت گرفت، باید نمیشد. صورت گرفته، تدابیری که داشتیم، تحقیقات در مورد جریان داره. جناب رئیس جمهور، آیا ندامت و پیشامنی که شما دارین از اینکه ندامت دارین که خوبی کار باید صورت نمیگرفت اما در حال حاضر صورت گرفته، درد مردم افغانستان ای دوا نمیکنن، نگرانی از اونها را کاهش نمیده در مورد امنیت در افغانستان؟ درست است، ما این را گفتیم قبول میکنیم. ما من از قماندان شهر
ایره ما قبول میکنم و ایره ما میگم که ناتوانی نیروهای امنیتی بوده و است، اما ما میکوشیم که این ناتوانی خود چطور بتانیم از بین ببریم، چطور بتانیم ایره اصلاح بکنیم، چطور بتانیم که ناتوانی دیگر نشه، چطور بتانیم که این دشمن دیگر نقاط خالیگاه ما استفاده نکنه. به هر صورت ما من حیث قماندان شهر کابل، ما از مردم شهر، ما از مردم خود معذرت هم میخواییم به این مورد و این را من اظهار میکنم که بارها نهادهای امنیتی معذرت خواستن از بابت چنین رویدادها، اما من چنان که اشاره کردم معذرت شما و ندامت که شما دارین درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه یا جلو چنین حملات را نمیگیره، پس باید اقدام بکنه. خب شمشره ما میدانن، اونا رهبری پلیس خود میفهمن، اونا ما را درک میکنن، اونا با ما آشنایی دارن، ما نهایت کوشش خود میکنیم، نهایت بیخوابی را میبریم، نهایت وظایف زیاد انجام میدیم. یک سرباز ما تا 8 ساعت هم پیره میکنه و شما بفهم جنرال های شما 2 ساعت 3 ساعت بالای سرعت خواب ندارن، اما از همون باز بگویم که همون نقاط ضعیف ما باز هم موجود است که دشمن از استفاده کرد. دشمن هم دشمن بسیار مکار است، دشمنی سازمان یافته است، دشمنی است که با یک موتر با تمام جنگ افزارها در یک بخش از کابل جابجا میشه، اما هیچ نهاد نیست که ایره پیدا بکنه. خب چرا جابجا شده؟ حداقل جلوگیری از این صورت میگیره. شما نمیتونین با معذرت خواستن درد مردم افغانستان رو دوا بکنین. من پیش از پیش چیزی گفته نمیتونم، تحقیقات شما میگین ممکن کدوم تحقیقات شما کرده باشین در این مورد، اون رو من نمیدونم. تحقیقات ما فعلا ادامه داره، اینو تضمین نکردیم که موتر چه وقت اومده. آقای امین، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شما وعده کرده بودین اگر رویداد دیگری صورت میگیره شما حاضر خواهد بودین که استعفا میدین. آیا شما استعفا میدین این رویداد؟ بله، ما تعیین شدیم، به یک مکتوب آمدیم، به یک حکم آمدیم، به مو حکم اگر باز آمرین ما جناب رئیس جمهور وزیر داخله خواسته باشه، ما امروز هم اگر ما را نخواین من نمیباشم. اما مردم بارها انتقاد میکنن از کارکردهای شما. خب چیزی ما اینطور گفته نمیتونم که انتقاد هم انتقاد است، اما ماشاءالله مردمی هست که از ما طرفداری میکنن، از کار ما میفهمن، از کردار ما میفهمن، از عمل ما میفهمن، از تمام حرکات ما میدونن. آقا امین، شما تعهد کردین که اگر رویداد دیگر صورت میگیره خود شما استعفا میدین. اگر شما استعفا میدین خیلی کوتاه اشاره کردم. ما حاضر هستم، گفتم براتون، پیشترم براتون گفتم، قبلا هم گفتیم براتون که ما به یک مکتوب، به یک امر آمدیم، چون نظامی هستم، من یک جنرال هستم، من یک افسر هستم، من میتونم که به یک مکتوب پس برم با آقای امین. امیدواری شما به خاطر آوردن تامین امنیت در افغانستان به ویژه در پایتخت چی است؟ خیلی کوتاه بود. خب بر صورت همشری عزیز، ما قبلا هم گفتیم که ما نهایت کوشش خود میکنیم نیروی امنیتی، گفتم این امید توانایی که داریم بالاتر از توانایی خود، بالاتر از در شهر کابل با وجود خواهد آمد از نظام امنیتی. ما کوشش داریم، ما کوشش خود میکنیم و نهایت کوشش داریم که ما تدابیر امنیتی خوبتری به مردم داشته باشیم. خب ما قبلا گفتیم براتون که ما در پروسیجر اصلاحی پلیس هستیم، قبلا هم براتون گفتم این یک کاری نیست که یک روزه است یا دو روزه است یا یک ماه است، این 14 سال 15 سال 17 سال دیتیر شده، یک چیز وقت کار داره به اصلاحی پلیس. تشکر از اینکه با برنامه حضور سلامت باشید. سلامت باشید. حکومت افغانستان در نشست گفتگوهای صلح که تا کمتر از دو هفته دیگر به میزبانی مسکو برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه می گوید که حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح بین الافغانی تاکید می کند. میزبانی مسکو از نشست مذاکرات جهانی صلح افغانستان تا کمتر از دو هفته دیگر، اما حکومت افغانستان بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید می کند. هرچند تا کنون از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است، اما وزارت امور خارجه می گوید که حکومت تصمیم گرفته است تا در این نشست شرکت نکند. هر اجماعی منطقوی در مورد افغانستان باید در محور دولت جمهوری اسلامی افغانستان شکل بگیره و قطعا روند صلح نیز به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان انجام باید بشه. در این نشست، در نشست مسکو قرار است شرکت نکنیم. طالبان در این نشست نماینده می فرستد. گزارش های وجود دارد که عباس استانگزی از دفتر طالبان در دوحه در این نشست شرکت می کند. این عضو سیاسی پیشین گروه طالبان می گوید که طالبان در این نشست درباره گفتگوهای صلح با کشورهای منطقه رایزنی خواهد کرد و می خواهد که برای نخستین بار اجماع منطقه‌ای را شکل بدهند. مسکو مجلسی طالبانو هلته موافقه کړې ده، هلته ځي، د دې کې شک نشته. خو البته دا هغه خبرې دي ټول چې د آسیا پورې مربوط خبرې دي، چې خارجیان راغلي دي آسیا ته، د آسیا ملکتونه ټول په وام کې دي د خارجیانو،
هغه ټول مملکتونه غواړي چې خارجیان د افغانستان څخه ووزي. اما باورها بر این است که شرکت طالبان در نشست‌های گفتگوهای صلح با غرب و شرق روند گفتگوهای صلح را پیچیده‌تر خواهد ساخت. امروز طالبان حاضر است با آمریکا گفتگو بکنند. حاضر است برای با روسیه گفتگو بکنند. اما با عنوان کسانی که ادعا دارند که از افغانستان هستند می‌خواهند برای افغانستان صلح بیارن، در مورد صلح افغانستان صحبت بکنن، حاضر نیست که با حکومت قانونی و مشروع افغانستان مذاکره بکنن. نشست جهانی صلح به روز چهارم ماه آینده میلادی در مسکو در حال برگزار می شود که پیش از این معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه دیدارهای داشته است. دفتر ساحه کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه جنوب از افزایش روز افزون را آوردن کودکان به کارهای شاق نگران است. مسئولان نهاد میگن که ناداری بعد در روز کشیدن نبردها و بهبود نیافتن اوضای اقتصادی خانواده ها هزاران کودک را ناگزیر ساخته است تا روی جاده ها و نیز در بخش های دیگر کارهای شاق انجام دهند و از آموزش و پرورش باز بمانند. در این حال ریاست کار امور اجتماعی هلمند میپذیرد که شمار کودکان کارگر در این ولایت افزایش یافته است. گروه هست مهاجمان در چند ولایت کارزار را برای گردآوری کتاب آغاز کردند. آنان میگن که با این کارزار میخوان فرهنگ مطالعه را گسترش بدهند و نیز آهسته آهسته مرکزهای فرهنگی را در ولایت ها بگشایند. در حال حاضر این جوانان اعضای یک مرکز فرهنگی در ولایت بامیان هستند. هفته است که برای گردآوری کتاب در کابل میکوشند و تا اکنون توانستند در حدود 2000 کتاب را از نشانی های گوناگون به دست بیاورند. کمک هایی که فعلا صورت گرفته بیشتر از طرف فرهنگی ها، مثلا مسابقه دانشگاه دانشجویان بوده و همچنان کسایی که در نشریات اونجا کار میکنند. احزاب سیاسی اینها به ما کمک و همکاری میکنند. این جوانان میگویند که کارهایشان را از 2 ماه پیش آغاز کردند و در حدود 1 هفته پیش بود که جواز کار مرکز فرهنگیشان را نیز گرفتند. کتاب معلوماتی است، پیش دانشگاهی است، معلوماتی است در مورد کل رشته ها. دایکندی، بامیان، غزنی، هرات، بلخ و کابل از بخش هایستند که در هفته های اخیر در کشور گواه این کارزار بودند. کارزاری که در هر ولایت کسانی به آن پیوستند و روز به روز گسترده تر شده است. شماره از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از بسته ماندن دفترهای کمیسیون‌های انتخاباتی در پایتخت و شماره از ولایت‌ها نگران هستند. این نامزدان می‌خواهند که هر چه زودتر به اعتراضات نامزدان حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات رسیدگی شود، زیرا ادامه این وضع برنامه‌هایی را که آنان برای فعالیت‌های انتخاباتیشان دارند بر هم خواهد زد. می گوید برای چندمین بار است که جزئیات برنامه های انتخاباتیش را تغییر داده است. آنچه که از رویدادهای انتخاباتی در روزهای اخیر می شنود، او را به این کار وامی دارد. کاری که نامزدان دیگر انتخابات مجلس را هم به خود مشغول داشته است. وقتی مشخصی که ما در نظر گرفته بودیم، این وقت اگر طولانی شود از نظر زمانی و همین گونه از نظر اقتصادی بدون تردید مشکلات ساز خواهد بود. این سر کار ما تاثیر میکنن، این سر وقت ما تاثیر میکنن، هوا سرد میشن، امکان داره همین انتخابات به تعویق بفتن. آیا این خودش یک ظلم است؟ روز است که اعتراض های طرفداران نامزدان حذف شده در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و چند ولایت دیگر ادامه داشتند. و تا لحظات دیگر. بازسازی قصر 40 ستون پس از 2 دهه ویرانی. علاقمندی زنان برای کار کردن در صفوف نیروهای پلیس در ولایت کندهار بیشتر شده است. مقام‌های محلی کندهار میگن که زنان و دختران کندهار میکوشند تا از راه تامین امنیت به شهروندان کشور خدمت کنند. فرمانده پلیس کندهار میگوید که اکنون شمار نیروهای پلیس زن در این ولایت به بیش از 100 تن رسیده است. خوشبینی ها از افزایش علاقمندی زنان برای کار کردن در صفوف نیروهای پلیس در ولایت کندهار.
شماری از زنان پلیس در ولایت کندهار میگویند که اکنون ده‌ها پلیس زن در کندهار مشغول تامین امنیت شهرشان هستند. آنان میگویند که در برخ از حالات دوش و دوش دیگر نیروها در عملیات های رزمی نیز شرکت میکنند. نارینه خو مسره ولر چی خورت باشیک نموشو ادا خوند تا باشیکو نور خانسون دا خوایش چراسی دا خو خود اورن سره وجا پروژه وز پای چرا که خود د افغانستان به تاریخ خدمت وک. این سربازان پلیس زن هر چند تهدیدهای امنیتی و نیز سنتهای ناپسند را در برابر خودشان چالش برانگیز میدانند، اما میگویند که با همه این تهدیدها به کارشان ادامه میدهند. فرا د افغانستان ټول بشریت خطرات متوجه دي، خو موږ د دې خطراتو په مقابل کې په کلکه ولاړ یو او تر مرګ به ودرېږو. موږ د دې د اخطارو د خطراتو څخه نه بیریږو او نه بیریدلی. از سوی دیگر پلیس کندهار میگوید که اکنون زنان و دختران کندهاری علاقه زیادی دارند تا به صفوف نیروهای پلیس بپیوندند. علت و لامل دا دی چې د خوندو لیوالتیا ډېره سوې ده، د خوب د پولیسو د لیکو سره د دې حقوق ورسېدلی دي. این خوشبینی ها در حال ابراز می شوند که آمارهای فرماندهی پلیس کندهار نشان می دهد که شمار نیروهای پلیس زن از 80 تن به بیش از 100 تن رسیده است. تا لحظات دیگر. آغاز گفتگوها برای ایجاد یک دهلیز هوایی با چین. ادامه خبرها. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا در تلاش تغییر حکومت ایران است. جان بولتن میگوید که آوردن فشارها بر ایران نتیجه بیش از انتظار داشته است. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که برگشت تحریم‌های دوباره بر ایران از سوی ایالات متحده نتیجه بیشتر از انتظار داشته است. مشاور امنیت ملی آمریکا که برای 3 روز به اسرائیل رفته است می‌افزاید که برگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران اثرهای قابل توجه بر اقتصاد و افکار عمومی مردم ایران داشته است. در همین حال بولتون تاکید می‌ورزد که ایالات متحده آمریکا در تلاش تغییر حکومت ایران نیست. می خواهم آشکارا بگویم که پالیسی آمریکا تغییر رژیم ایران نیست. اما آنچه ما می خواهیم تغییر بزرگ در رفتار رژیم ایران است. اما آیا ایالات متحده آمریکا با افزایش فشارها بر ایران می تواند به اهدافش برسد؟ ایرانی ها صنعت موشکی خود از 2 سال به این طرف بیشتر کردند و به هیچ وجه در این رابطه که بارها هم ترامپ اعلام کرد، بولتون اعلام کرد، متیس اعلام کرد که ایران ما حاضریم با ایرانی ها در گفتگوی دو جانبه رو در رو بشینیم و در رابطه با صنعت موشکی ایران مذاکره کنیم، ایرانی ها حاضر نشدند و به هیچ عنوان هم حاضر نخواهند شد. روابط میان تهران و واشنگتن پس از بیرون شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیشتر از پیش به تیرگی گرایده است. اما اینکه فشارهای ایالات متحده آمریکا بر ایران تا چه اندازه میتواند بر رفتارهای ایران در برابر آمریکا اثرگذار باشد هنوز روشن نیست. این بود خبرها تا این ساعت. سپاس از توجهتان. وقت بخیر. خدا نگهدار. ادامه خبرها. دفتر مشاوریت رئیس جمهور در امور مالی و بانکی از تلاش‌ها برای ایجاد دهلیز هوایی با چین خبر می‌دهد. مسئول رابط عام این دفتر می‌گوید که در پیوند با ایجاد این دهلیز گفتگوها با چین آغاز شدند و به‌زودی نهایی خواهند شد. شرکت برشنا از آمادگی ها برای آغاز کارهای ساختمانی پروژه 300 مگاوات برق وارداتی به بامیان خبر می دهد. سخنگوی این شرکت می گوید که قرار است در روزهای بعد از عید سنگ تهداب این پروژه گذاشته شود. سرانجام کار پروژه برق وارداتی به بخش‌های مرکزی کشور که پس از بامیان، دایکندی و روزگان را نیز زیر پوشش قرار خواهد داد، آغاز می‌شود. شرکت برشنا می‌گوید که یک شرکت چینی برای ساخت سب‌استیشن و 2 شرکت هندی برای ساخت شبکه توزیع و کشیدن سیم 220 کیلووولت انتخاب شدند. کار سروی از او کاملا به اختتام رسیده. کار دیزاین از او در حد کار است. در بامیان از انرژی برق حرارتی و برق خورشیدی بهره‌مند هستند که برای هر کیلووولت برق دیزلی 45 افغانی و برای هر کیلووولت برق خورشیدی 17 افغانی می‌پردازند. این هزینه ها با بهره برداری از برق وارداتی به حدود 6 افغانی کاهش خواهد یافت. اگر امیل از آن که اعلان شده که بازم اگر پایخت بانند
واقعی که افتتاحش میکنن با سرعت آغاز کنن و منابع را به کار ببرن، من فکر میکنم که هنوزم سر وقت است. پروژه کشیدن سیم برق 220 کیلووولت به بامیان، ساخت سب استیشن و شبکه توزیع آن 70 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک توسعه سی پرداخته می‌شود. تا لحظات دیگر. خوشبینی آمریکا از نتایج تحریم‌های تازه وضع شده بر ایران.